مرتضی قلی‌خان سمسام، آخرین ایلخانی بختیاری، هر روز فرزندانش رو با ابوالقاسم خدمتکار خونه به مدرسه میفرستاد تا مراقب اونها باشه. ابوالقاسم زاده بروجن در چهارمحال بختیاری بود و تا 34 سالگی از این شهر بیرون هم نزده بود، ولی بعد از مدتی برای کار به اصفهان میره و بعد از اون از طریق فامیلی دوری که با همسر خان بختیاری داشت در منزل اونها در تهران شروع به مستخدمی میکنه. ابوالقاسم هر روز جلوی مدرسه منتظر میموند تا بچه ها تعطیل بشن و اونها رو برمیگردون به خونه. دبیرستانی که فرزندان مرتضی قلی‌خان سمسام در اون تحصیل میکردن یک کالج آمریکایی به نام دبیرستان البرز بود که مدیریت اون رو دکتر جردن بر عهده داشت. دکتر هر روز از دفتر کارش جوان قوی هیکلی که همراه فرزندان خان میومد رو میدید. یه روز ابوالقاسم در شکستن چوب به خدمتگزار مدرسه کمک میکنه و دکتر جردن از کار اون خوشش میاد و ازش میپرسه که آیا درس میخونی؟ ابوالقاسم میگه چون سنم بالا رفته و پولی هم برای درس خوندن ندارم، نه نمیتونم درس بخونم. دکتر جردن خودش شخصا آموزش ابوالقاسم رو قبول میکنه و ابوالقاسم با استعدادی که داشته ظرف چند سال مدرک دیپلم رو میگیره و با حمایت دکتر جردن به آمریکا سفر میکنه و در سن 55 سالگی مدرک دکترای پزشکیش رو از دانشگاه سیراکیوس در نیویورک اخذ میکنه. دکتر ابوالقاسم بختیار در سال 1309 هجری شمسی به دعوت رضا شاه پهلوی برای احداث دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و بعد از اون معاونت دانشگاه تهران به همراه همسر اولش هلن جفریز بختیار به ایران برمیگرده. دکتر بختیار از هلن صاحب 7 فرزند میشه و از همسر دومش هم که بختیاری بود صاحب 10 فرزند میشه. دکتر ابوالقاسم بختیار اولین پزشک ایرانیه که تا 39 سالگی تحصیلات ابتدایی داشته. جالبه بدونید همه فرزندانش هم پزشک میشن. هلن جفریز بختیار در چهارمحال بختیاری زادگاه شوهرش به مداوای مردم میپردازه و به همین خاطر به پاس احترام و قدردانی کوهی در اون منطقه به نام این پرستار نامگذاری میشه. و اما دکتر ساموئل مارتین جردن، این معلم آمریکایی از سال 1899 تا 1949 میلادی ریاست کالج آمریکایی در تهران رو بر عهده داشته. اون ایران رو وطن دوم خودش میدونست و همیشه به دانش آموزانش میگفت من میلیونر هستم چون هزاران فرزند دارم که هر کدومشون برای من، برای ایران و برای دنیا میلیون ها ارزش داره. به پاس خدمات این معلم عزیز خیابانی در تهران به اسم جردن نامگذاری میشه. خب دوستان، در آخر دو تا ویدیو بهتون معرفی میکنم که تقریبا مرتبط با این موضوعه. امیدوارم که اون ویدیو رو ببینید و لذت ببرید و در آخر ممنون میشم برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتونم مثل همیشه باعث انرژیه. مرسی، ممنون و خداحافظ.